آمریکا سرزمین رویاست. محصول اصلی این کشور نه نفت و یا کشاورزی که صادرات رویا به گوشه و کنار جهان. مقاومت در برابر تن دادن به این رویای قدرتمند، به خصوص زمانی که پای نبوغ سینماگران آمریکایی در میون باشه، بسیار دشواره. امروز داستان بزرگی داریم از هنر و دانش مردی که به فیلم‌های غول‌آسایی همچون جنگ ستارگان روح بخشید. این گفتگوی صمیمانه مکس امینی است با حبیب زرگرپور، ملقب به جادوگر هالیوود. حبیب جان، خیلی خوشحالم که با هم نشستیم. شما دو بار نامزد اسکار بودی، چندین آورد تو قسمت‌های مختلف هالیوود بردی در CGI، Special Effects. مرسی. خیلی خوشحالم که اینجا. تو هالیوود شما رو به عنوان یکی از ویزردهای هالیوود می‌شناسن، یعنی کسایی که شعبده بازی می‌کردن، جادوگران هالیوود، کسایی که CGI رو از اول شروع کردن و کاری انجام دادن که این بیزنس شروع کرده به ترقی و بهتر بهتر پیشرفت کرده. حبیب جان، کی واقعا میدونستی که من به عنوان کسی که هم طراحی بلدم هم تکنولوژی خیلی خوب میفهمم میخوام برم تو دنیای فیلم؟ من 13 سالم بود، تلویزیون نگاه میکردم تو فرانسه. یه کسی توی صندلی نشسته بود، پشتش به دوربین میچرخه، سیبیل اینجوری میگه که بونجور، je suis dessinateur industriel، اسمش هم لویجی کولانی. بعد روی میز نشون داده بودن ماشین و هواپیما و همین چیزهای مختلفه که این طراحیشو کرده بود، اینا هم درست کرده بودن. همون لحظه من میدونستم این من میخوام این کارو بکنم. چند سالتون بود؟ 13. خب از طراحی ماشینا و این چیزهایی که درست کرده بود خیلی خیلی تشویق شدی و خیلی احساس کردی که منم میخوام این کارو بکنم؟ بله، از اون موقع میدونستم industrial design بهش میگن. اصلا نصفش هم نمیدونستم چی بود. فارسی چی میشه industrial design. گرچه حبیب در سن خیلی کم متوجه شد که طراحی صنعتی حرف دلخواهشه، اما هنوز خیلی مونده بود تا بفهمه دست سرنوشت چطور اون رو به رویای واقعیش میرسونه. بررسی پس‌زمینه خانوادگی حبیب به ما کمک خواهد کرد تا بفهمیم او چگونه گام در مسیر طراحی صنعتی گذاشت. پدر من بیزنس ایرکندیشنینگ در ایران شروع کرده بودن. و تو خرید و فروشش بودن یا تو کارهای به اصطلاح مانیفکتورینگش بودن؟ کارخونه رو درست کرده بودن. مهندس بودش پدر شما. فکر میکنی که خودت شما توی کار بسیار تکنیکالی هستین. اینو از پدرتون به ارث بردین، از طرف پدری به شما این به اصطلاح این سکیلز اومده؟ فکر میکنم من از طرف مادرم نقاش بودن. خیلی نقاشای جالبی با رنگ روغن میکردن و گفتن به من که تمام مدتی که من توشی که همیشه بودم نقاشی میکردن. من فکر کنم همیشه یک ارتباطی هست. حقیقتا شما بین پدر و مادرتون، پدرتون که بیشتر کارهای تکنیکالی میکرده و مادرتون کارهای نقاشی و هنری میکردن، شما بهترین میکس هستید. خیلی جالب این حرف رو میزنید، برای که خودم همیشه میخواستم هر دو طرف رو داشته باشم. میخواستم هم از لحاظ هنری بتونم خوب باشم، هم از لحاظ تکنیکال. متاسفانه سیستم مدرسه طوری هست که باید یا اینو انتخاب کنم یا اون، و من همیشه اینو باید میجنگیدم. حبیب در میانه عشق به هنر و مهندسی تصمیم گرفت با انتخاب رشته مهندسی خودش رو به چالش بکشونه و اینگونه شد که به کانادا مهاجرت کرد تا در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کنه. خب شما رفتی ونکوور برای به صلاح دانشگاه که انجینیرینگ یعنی مهندسی بخونی؟ درسته، مکانیکال انجینیرینگ، یونیورسیتی آف بریتیش کلمبیا.
یو بی سی که رفتم همش این بود که یا مهندس یا آرتیست، نمیشه دوتا باشی. بعد من مهندسی خوندم ولی تمام الکتیوم فاین آرت بود و سعی میکردم که این دوتا رو بودم. بعد همیشه لیوناردو داوینچی برای من یک کسی بود که هم مهندس باشه هم آرتیست، هم نقاشی های خیلی خوب میکرده هم اختراعات داشته. پس ببین، شما وقتی داشتی مهندسی مکانیک میخوندی هنوز ارضا نبودی، میدونستی به صورت خیلی واضح که من اینجا جای من نیست، یه چیز دیگه است که من دنبالش میگردم. آیا میدونستی تای ذهنت که دلم میخواد رو فیلم کار بکنم تو دنیای میدونستی؟ درسته، میخواستم طراحی برای فیلم درست کنم. اون موقع درست نمیدونستم که کجا میرن مدرسه برای این کار، چجوری میرسن به این. بعد خیلی هم مثل من فیلم ستار وارز رو دیده بودن. فیلم ستار وارز خیلی اثر داشت رو همه از لحاظ این، از لحاظ خیلی جنبه‌های مختلف، هم کار کردن روی فیلم، ویژوال افکس، طراحی. فیلم جنگ ستارگان فیلمی علمی تخیلی بود که در قلب‌های طرفداران گستردهش از شکل یک فیلم بسیار فراتر رفت و تبدیل به یک فرهنگ و شکلی از نگاه به زندگی شد. فیلم دیگه‌ای که در اون سالها در حال گسترش مرزهای تخیل انسانی بود، بلید رانر نام داشت. طراحی این فیلم آینده نگر بر عهده سید مید بود، کسی که آثارش بر قلب و جان حبیب تأثیری فراموش ناشدنی گذاشت. اون موقع من طراحی زیاد میکردم، مدل های ماشین میساختم. اون موقع بود که راجب سید مید فهمیدم. سید مید یه طراحیه که کسی که بلید رانر رو طراحیشو کرده. بعد من گفتم من باید ببینم که این کجا رفته مدرسه. رفته بود Art Center College of Design، همینجا تو پاسادینا. بعد یه پروفسور ثرمودینامیکس، پروفسور هیل، اومد گفت که من دید نقاشی هایی که کرده بودم، گفت که ببین یه مدرسه هست توی LA اسمش Art Center College of Design، تو باید اونجا بری. این که از دو طرف فهمیدم این مدرسه خیلی جالبه. رفتم کاتالوگش رو درخواست کردم، گرفتم. بعد اینی که باز کردم دیدم که that's it، من باید برم اینجا، هر طور شده این مدرسه که برم من بتونم طراحی درست کنم و شاید بتونم تو فیلم کار کنم. همیشه یه خواب بود که بتونم یه روزی برم تو فیلم کار کنم و شاید با اسپیلبرگ بتونم کار کنم. I'm free from living lies, free from my own deception, headed the right direction. وقتی که قبول شدم توی آرت سنتر کالج آف دیزاین، میدونستم که باید بیام توی پاسادینا آپارتمان پیدا کنم. اون موقع یه ماشین تویوتا بود، تویوتا کورولا. هر چی داشتم تو اونجا کردم. یادم کامپیوترم و مانیتورش، اون موقع مانیتور اینقدری بود، پر کردم تو ماشین و روندم پایین تو پاسادینا. یه آپارتمان تو گیدم، یه اتاقه، فکر کنم ماهی $300 یا همچین چیزی. بعد شبیه از بیرون این موتلای خیلی ارزون، ولی آپارتمان کرده بودم. بعد هیچ شخص یادم نمیره، روز اولی که اومدم صبح بعدش بیرون از اتاق، از آپارتمان، دیدم بیرون ماشینا، لامبورگینی، فراری، اینا همه پولاشونو گذاشته بودن تو ماشین، توی یه اتاق زندگی میکردن. این پرایوریتی لس آنجلس برای من واضح شد. مدرسه آرت سنتر خیلی خیلی مدرسه خوبی و خیلی مدرسه سختیه. این مدرسه فقط 1000 نفر میرن تو تمام 10 تا رشته. اینی که هر کلاسی فقط 30 نفره. هر هفته یه شب با تمام تا صبح کار میکرد. یعنی خیلی سنگ تمومه. خیلی جالبه که هاروارد و ییل رو اینقدر اسمشو میشنویم
ولی این مدرسه رو آرت سنتر اصلا خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه و چقدر به دنیای همه آدم ها تاثیر گذاشته با مثلا فیلم ها و نه تنها دنیای فیلم ولی کلا دنیای تکنولوژی چقدر کمک کرده. ببین 60% طراحی اتومبیل از آرت سنتر میاد. Today is my first day of writing the new Star Wars series. اینجا ILM شرکتیه که جورج لوکاس پایه‌گذاری کرد تا اون رو قادر کنه که تکنولوژی ساخت فیلم‌های جنگ‌های ستاره‌ای رو به سطحی نوین بکشونه. این کمپانی با تکنولوژی نوینش در کنار ساخت جنگ‌های ستارگان به سرعت به خانه امنی برای تولید فیلم‌های تخیلی دیگری مانند پارک جوراسیک تبدیل شد. پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه دیزاین، ورود به ILM به رویای بزرگ حبیب تبدیل شد. توی ILM رفتن چقدر مشکله؟ خیلی سخته و من 2 دفعه امتحان کردم. این بعد از آرت سنتر هدف بعدیش برای من این بود که من باید ILM برم کار کنم و فیلمای ستار وارز که خب حتما دیگه برای من یه رویای دیگه بود که بتونم رو اونا کار کنم. ورود حبیب به ILM همزمان شد با کار این کمپانی بر جلوه‌های ویژه فیلم محبوب ماسک با هنرپوشگی جیم کری. آزمونی که با توجه به ابتدایی بودن امکانات کامپیوترها در دهه 90 برای حبیب بسیار چالش برانگیز بود. ماسک، فیلمی که جیم کری ستارش بود و یه فیلم خیلی خیلی به یاد موندنیه. شما اونو تو ILM شروع کردی. چجوری این کارو گرفتی و چجوری بود تجربه تو این کار؟ اونجا 2 تا پروژه بود. یکی کاسپر راجع به روح. یکی هم The Mask. بعد اینا تصمیم گرفتن که من رو کدوم کار کنم. بعد قرار شد که رو ماسک کار کنم که خیلی برای من جالب بود. بر اولین دفعه تو این کمپانی به این بزرگی که چجوری کار میکنن، چجوری به این سطح میرسونن کاراشونو. For one shot که 5 ثانیه است، شما مثلا 2-3 ماه کار میکنید. تو این 2-3 ماه این 5 ثانیه رو دائم 5 ثانیه فیلم 2-3 ماه شما روش کار می‌کنید. درسته. عجب. بعد یادمه یه صحنه توی فیلم هست که جیم کری دفعه اول ماسک میاد رو صورتش، بعد سعی میکنه که بکنه، بعد اینجوری صحنه از بالا فیلم برداری شده که اینجوری میکشه انگشتاشو توی ماسک. وقتی اینو فیلم داشتن ماسک نبود روش. من تونستم ماسک رو رو کامپیوتر بیارم ولی انگشتاش باید توی این میرفت و هر جا که انگشتا بود یه نوری باشه. از نظر تکنیکی این خیلی کار مشکلی بود. یه جوری باید پیدا میکردم که بدونم کجا رفته انگشتا و این بمونه راهش. حبیب با کار بر روی فیلم ماسک ثابت کرد که چه مهره ارزشمندی برای ILM میتونه باشه. چیزی از کار بر روی فیلم ماسک نگذشته بود که اسپیلبرگ از کمپانی ILM درخواست کرد که آیا توانایی ساخت گردبادی سهمگین و واقع‌گرا رو برای فیلمی به همین نام دارد. همیشه یه خواب بود که بتونم یه روزی برم تو فیلم کار کنم و شاید با اسپیلبرگ بتونم کار کنم. خب با اسپیلبرگ نه تنها شما کار کردی بلکه باهاش خیلی دوست شدی و من اینو میدونم که اسپیلبرگ خیلی به شما احتیاج داشته برای اینکه فیلمایی که درست میکرده اون تکنولوژی که اون دوست داشته بهتر بتونه فیلمش رو توضیح بده با کسانی مثل شما باید کار میکرده. خب دفعه اول فیلم تویستر بود گردباد. برای اینکه اون موقع ها اگه بخواید مثلا یه فیلم اونجوری درست بکنید بدون کامپیوتر پرکتیکال میشه. مثلا یه جورابو میگرفتن توش خاک میذاشتن و میچرخوندن. این وقت خیلی جالب نیست نگاه کردنش. اینه که واسه همینه میخواستن یه جوری روی کامپیوتر درست کنن.
به من گفتن 10 هفته داری که این گرباد رو درست کنی. آخر 10 هفته تستمون تموم شد و این تست رو گذاشته بودن توی تریلر تویستر. شما اگه تریلر تویستر دیده بودین، اون آخرش یه تراکتور میاد از آسمون تو زمین میخوره، لاستیکش میاد تو ماشین، از تو ماشین فیلم برداشتن. وقتی که تست رو فرستادیم به اسپیلبرگ و یکی از کسایی که باهاش کار میکنن کاتی کندی، هر دوشون داشتن تست رو نگاه میکردن، ما هم پای تلفن بودیم، بعد سکوت بود. به آخرش که میرسه صدای همه اینجوری صدایشون رفته بود بالا از این تست، که برای من خیلی خیلی جالب بود که این خوششون اومده بود و یعنی که میتونستیم فیلم انجام بدیم. و شما همچنین که توضیح دادی که سپیلبرگ این فیلم رو نمیساخت اگه شما نمیتونستی این کار رو انجام بدی. درست. یعنی ساخته شدن این فیلم 100% ربط داشت به کاری که شما انجام دادی. یعنی خب یه کمی از رابطه خود تو سپیلبرگ بیشتر میشه برای من توضیح بدی؟ خیلی خیلی چیزهای مختلف تونستم یاد بگیرم. برای من هم سپیلبرگ از لحاظ داستان، چون که ما وقتی باهاشون کار میکردیم مثلا یه کاراکتر حرفش میامد، همونجا تمام بکستوری کاراکتر رو درست میکرد، میگفت که آره این مثلا میاد اینجا کارش اینه، مادر پدرش این کار کردن، اینجوری شده بود، اینجوری شده بود. ما تون نوت برمیداشتیم که این و کی بازی کنه رولو. سرانجام تجربه های موفق حبیب در فیلم های گوناگون اون رو به کار بر روی یکی از فیلم هایی کشون که دلیل ورودش به این حرفه بود. پروژه جاه طلبانه‌ای که توان فنی بسیار بالایی می طلبید. یکی از بزرگترین فیلم های دنیای سینما فیلم جنگ ستارگانه که شما روش کار کردی. یکمی از اون برام تعریف کن. کسی که باش کار کردم اسمش جان نو. یکی از کسای دیگه که واقعا خیلی ازش چیزای مختلف یاد گرفتم و استار چک 7 و 8 رو با جان نول کرده بودم. جان نول و برادرش فتوشاپ رو درست کرده بودن. فیلم جنگ ستارگان صحنه هست که موتورهای جت با هم مسابقه میدن و به هم وصلن با یه قدرت آهنربایی، سرعت 800 مایل در ساعت دارن میرن اینا. من میخوام اینا رو با فیزیکس درست بکنم که اینا حقیقی به نظر بیاد. یه برنامه جدیدی اومده بود به اسم مایا، توش میتونستین شما ریجید بادی داینامیکس درست کنید. یعنی دو تا موتور جت بود و یه دونه چریت پشتش با دو تا تناب وصل میشد به موتورهای جت. اونا گفتن که این نمیشه، این تنابا، این برنامه تناب نمیشه، نیست توش تناب. منم فکر کردم، گفتن که خب چی نیست، یه مقدار سیلندر درست میکنی با هم اینا رو پین میکنی، پین و یه چیز میتونستی اجسام مختلف رو درست کنی با هم وصل کنی. بین موتورهای جت هم فنر گذاشتم برای قدرت آهنربایی. جالب ترین چیز برای من این بود که اینا رو که درست کردم زدم پلی، این دوتا موتور جت طوری شروع کرد تکون خوردن، همون اول من و جانلان میدونستیم همینه، یه حالت طبیعی داشت، تمام فیزیکسش بود. و من شروع کردم کار کردن روی اون صحنه هایی که اینا میخورن به زمین. دوباره یه کشف جالبی شما کردین برای فیلم جنگ ستارگان. خیلی خیلی چیز جالبی بود استفاده از این جور فیزیکس. بعد اینا که میخورن به زمین، شما ببینید اگه اون جوری که ILM کار میکرد قبلا یه مدل درست میکردن مینیچر و اینو مینداختن زمین فیلم برمیداشتن. حالا اگه یه چیزی قرار 800 مایل در ساعت بره، مینیچرش یعنی باید 120 مایل در ساعت بره. مینیچر مثلا 60 تا 100 هزار دلاره هر دونه. شما دارین یه چیز 100 هزار دلاره رو میندازی به هوایی که مثلا دوربین تونست درست بگیره. اگه نگرفت تموم شد، 100 هزار تا رفت، باید دوباره مینیچر درست کنی.
کاری که ما تونستیم بکنیم اینه که ما میتونستیم اول اینو بندازیم زمین بشکنه، بعد بیایم هر جوری بخوایم فیل برداریم. این یه سال و نیم کار کردیم روی این صحنه‌ها که اینا میخورد زمین. داستان رویا پردازی مانند حبیب یک داستان سرراست و خطی نیست. این داستان جنگجویی حرفه‌ای است که ریسک قدم گذاشتن به سرزمین‌های ناشناخته رو به جون می‌خره تا با ارمغان‌های جدید به دنیای شناخته‌ها برگرده. پیشرفت دنیای هنر و سرگرمی مدیون تخیل و ریسک‌های متعدد کسانی مانند حبیبه که داشتن یه شغل امن و فدای تکامل فرهنگ و دانش بشری کرد. شما وقتی این کارو شروع کردی که تکنولوژی هنوز به این قدرت نرسیده بود. درسته. و خیلی کار اوایلش بود. اوایلش بود. پس خیلی از کارهای سی جی آی و اسپشال افکت رو شما خودت کشف کردی. ببینین چی جالبه، چیزایی که یاد میگیرین هیچ وقت نمیتونین بدونین که کجا استفاده میکنین. من هر روز مهندسیمو استفاده کردم. گردباد همش فیزیکسه. تمام برنامه‌ای که پارتیکل ها درست میکردن به اساسش فیزیکسه. پرفکت استورم آبش همش فیزیکس بود. خود موومنت کشتی ها رو من درست کردم، اونم همش فیزیکس بود. وقتی داستان شما رو گوش میکنم میگم تو ذهنم فکر کردم که خب نمیدونستی شما چه جوری بیای تو این دنیا، رفتی دنیای مهندسی، و تو ذهنم گفتم خب چند سال شما از بین رفت، ولی الان که گوش میکنم یعنی تمام زندگی شما انگار قسمت شما بوده که این مسیر رو بری که این سالهای بعد بتونی به دنیای فیلم چقدر خدمت بکنی. و این خیلی جالبه که ما باور داشته باشیم به که قسمت زندگی ما الان اگه این راهه، شاید این چیزی که الان فکر میکنیم اصلا به درد نمیخوره بعدن چقدر به زندگیمون کمک بکنه. درسته. شما دو تا نامزدی اسکار داشتی توی کارت و هر دوتای این رو همین دوتا فیلمی هستش که الان گفتی. درسته. یکیش گردباده، یکیش هم پرفکت استورمه، که این دوتا فیلم روی همین موج‌هایی که شما میگی و فیزیک خیلی درش کاربرد داشته که از دنیای مهندسی خودت استفاده کردی، دو تا از قوی‌ترین پروژه‌هایی بودی که توی رزومه شما هست. حبیب دوبار کاندید جایزه اسکار شده و دوبار جایزه ارزشمند بفتا رو در کارنامه‌اش داره. کسی نمیدونه که اون در آینده سر از چه پروژه‌هایی در خواهد آورد، اما چیزی که مسلمه اینه که حبیب به رویا پردازی و عقب روندن مرزهای تخیل ادامه خواهد داد. حبیب جان خیلی به افتخار میکنم. مرسی. دنیای سینما رو خیلی تکون دادی. وجودت واقعا با ارزشه و اینکه اتفاق افتاده که هم به اصطلاح با هموطن باشیم و یه دنیا باشیم خیلی خیلی احساس خوبیه. مرسی. خیلی ممنون. قربونت. خیلی خوشحالم.